زما باد بر جان آن کس درود که داد و خرد باشدش تار و پود. همسفران نازنین، به برنامه بر بال سیمرغ خوش آمدید. بر سر آنم که نگاهی داشته باشیم به هنری والا در ایران، نگاهی به نمایش و آیین‌های نمایشی در ایران. تاریخ تئاتر در ایران از دوران باستان تا نزدیکی‌های زمان ما، هنری ارجمند که از اسطوره تا تاریخ با ماست، هنری زنده و تن به تن. تئاتر و آیین‌های نمایشی بخشی بسیار مهم در فرهنگ ما هستند. می‌خواهم از گوشه‌های کمتر گفته شده فرهنگ با شکوه ایران بگویم. می‌خواهم تکه پاره‌های گم شده و بر باد رفته فرهنگ این مردمان را بیابم و جامعی از نور از آن ببافم. من در هزار گوشه تاریک قصه ها و روایت ها و موزه ها گشتم و پاره پاره تن این فرهنگ را یافتم تا شما را به تماشا بخوانم در تماشاخانه تاریخ. بیایید برویم تماشا. تئاتر از کلمه یونانی تئاترون به معنی تماشاخانه یا محل تماشا گرفته شده است و شامل انواع مختلفی چون نمایش زنده با بازیگر، نمایش‌های عروسکی، پانتومیم، تئاتر تلویزیونی، اپرا، باله، نمایش‌های موزیکال، نمایش رادیویی، نمایش‌های آیینی به شرط داشتن ساختار روایی و شکل‌های ویژه‌ای از نمایش‌های سنتی ملل و اقوام، برای نمونه نقالی، پرده‌خوانی، نمایشنامه‌خوانی، تخت حوزی، تعزیه در ایران و نمونه‌های گوناگون دیگر. تئاتر امروزه از نظر ساختار و شکل ارائه گستردگی فراوانی یافته است. آیین‌های نمایشی و تئاتر از عوامل مشابهی استفاده می‌کنند: موسیقی، رقص، گفتار، صورتک، لباس، اجرا کنندگان، تماشاگر و صحنه. آیین‌ها و تئاتر از یک خواستگاه برخواستند و هر دو رقص جان است در پیچ و تاب تن، جلوه جان است در تن، هر دو شورشی و گستاخ و دلیر و دانایند. تئاتر و آیین‌های نمایشی آینه‌ای برای پریشانی بشرند، آینه استراب. هر دو چون ققنوسی مدام از خاکستر تن سوخته خیش زاده می شوند. تئاتر و نمایش همیشه بوده و همیشه خواهد بود، زیرا جادوگری در جان ماست که راز و رمز هستی را عریان پیش چشم ها می گذارد.
و این همان تئاتر است. تئاتر بازی است، بازیگر و بازیگرخانه دارد و در هر بازی داستانی است. پس تئاتر داستان یک بازی است یا بازی یک داستان، و ما انسان‌ها همیشه و همیشه عاشق بازی و داستان بوده و هستیم. فرهنگ انسانی به گونه‌ای اولاد بازی و قصه است. فلسفه، هنر، دین و دانش نیز از زادگان قصه و بازی هستند. پس چنین است که هنرهای نمایشی و تئاتر همیشه و همه جا هست. در این میدان چه بسا پژوهشگران پرارجی چون بهرام بیضایی، جمشید ملکپور، ابوالقاسم جنتی عطایی، پیتر چلکوفسکی، جابر عناصری، مجید فلاح‌زاده و بسیارانی دیگر رنج‌ها کشیده و گنج‌ها به ارمغان آوردند و من خوشه‌چین خرمن دانش آنانم. شاید بسیارانی ندانند که در این میدان نیز ایرانیان کارها کردند، کارستان، و ما تاریخی درخشان در تئاتر و هنرهای نمایشی داریم. این گوشه دیگر از تاریخ پرشکوه فرهنگ ایران زمین است و بسیاری از مراسم و آداب امروزین ما ریشه در همین نمایش ها دارند. از همین روی ما نیز به آیین ها و اسطوره ها که یکی از خاستگاه های تئاتر و نمایش است توجه خواهیم کرد. تئاتر ایران پاره ای از تن فرهنگ ماست و با تمام دشواری ها در درازای تاریخ در میان مردم ایران بالیده است. تئاتر در ایران بیشتر به شکل آیینی و روایت‌های زندگی، کار، مبارزه، شادی و رنج مردم زیسته است. با مردم بوده است و در هزار و یک شکل به نمایش آرزوها، امیدها، شادیها، شکستها و پیروزیهای مردمان پرداخته است. از گودهای مهری تا تخت روی حوض، از قهوه خانه ها تا میدانهای کار و زندگی. نمایش در ایران هنری مردمی بوده است و هنرمندان تئاتر ایران از سرشناسان تا گمنامان همه رهروان راه تئاتر و عاشقان انسان بودند. هنرمندان تئاتر در سرزمین ما غریب‌ترین عاشقانند. سالن‌های تئاتر در ایران تماشاخانه عاشق‌ترین مردمان است. با هیچ هنری چون تئاتر در ایران ستیزه نشده است. اما ما نیز مردمی هستیم. ما نیز تئاتر را پاس می‌داریم و به تمام هنرمندان تئاتر می‌گوییم دست مریزاد، خسته نباشید،
ای عاشقان هنر و فرهنگ ایران و انسان. جالب است بدانیم که نمایش تراژدی ایرانیان اثری شاعرانه و تخیلی است که آشیل در سال 472 پیش از میلاد در آتن باستان نوشته. این نمایشنامه نخستین اثر مهم او و نخستین تراژدی مهم عصر طلایی آتن و کهن‌ترین نمایشنامه تاریخ بشر است که تا امروز باقی مانده است. نمایش ایرانیان تا امروز به همه زبانهای مهم ترجمه شده و بارها در تماشاخانه های غرب اجرا شده است. ملت ایران زندگیش با جشن و شادمانی پیوند خورده، به مناسبت‌های گوناگون جشن می‌گرفته و با سرور و شادمانی و نمایش روزگار را می‌گذرانده است، به طوری که مطالعه تاریخ این ملت و بررسی آداب و رسوم و سنت‌هایش نمایانگر نحوه زندگی، خلق و خوی، فلسفه زندگی و جهان بینی آن است. از دوران سلسله‌های پادشاهی هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان نمایش شادی‌آور بوده و این هنر ارزش ویژه‌ای داشته است. یافت شدن ماسک‌هایی در غار کلماکره و نقاشی بر ظرف‌هایی که گویی نمایشی در حال اجراست و همچنین نقاشی‌های چند هزار ساله کوه خواجه در سیستان و پنج کنت و همچنین ظروف طلایی سکاها در شمال شرق ایران در حال اجرای یک کارناوال نمایشی. اینها راه را برای جستجوی تاریخ هنرهای نمایشی در ایران باز می کند. هرودوت و گزنفون به آشکار از اجرای نمایش‌های عشقی در دوران هخامنشی یاد کردند. تئاتر ایران را از بررسی نمایش‌های آیینی و نمایشواره‌ها آغاز می‌کنم. از جمله نمایش‌های آیینی در ایران می‌توان به رقص‌های سماچه‌ای و آیین‌های نیازمندی اشاره کرد که از چند هزار سال پیش در ایران زمین مرسوم بودند. سفالینه‌های منقوش و مهرهای به جای مانده از دوران باستان اطلاعات و آگاهی‌هایی درباره رقص‌های سماچه‌ای در اختیار باستانشناسان و پژوهشگران قرار داده است. اینها نمونه‌های فراوانی دارند. بر تک سفالی که تاریخ اون رو حوالی نیمه اول هزاره دوم پیش از میلاد قرار دادند، تصویر دو تن از اجرا کنندگان یک رقص دست جمعی با صورتک های بز کوهی دیده میشه که بین خود شاخه هایی با برگ های متقارن دارند.
نقش این رقص ماجرای ستایش درخت زندگی است توسط دو بز کوهی. این نقش نمایشی بارها در تمدن ارتا در سیستان تکرار شده و حتی به صورت نخستین نقاشی متحرک یا انیمیشن جهان بر سفال کشیده شده. این نخستین نمایش متحرک جهان در 4000 سال پیش در ایران است. از اوایل هزاره چهارم پیش از میلاد در شوش مهری پیدا شده که در آن نگاره قایقی که از تنه درخت یک پارچه تهیه شده به وسیله شیر یا گاومیش که به وضعی انسانی پارو به دست داره بر روی آب میگذره. از نیمه دوم هزاره دوم تا هزاره سوم پیش از میلاد مهر سنگی استوانه‌ای کوچکی که از تپه یحیی در کرمان پیدا شده و بر روی اون پیکره دو آدمی با سرهایی به شکل پرنده و پرهایی چون بال شاهین که مانند بال بر بازوانشون بسته بوده نشون داده شده. اون چه که در این مهر شایان توجهه به کار بردن سماچه یا ماسک به شکل سر پرندگانه که رقصندگان با گذاشتن اونها بر سر و روی خود در حقیقت میخواستند خود رو به شکل پرنده درآورده و رقصی نمایشی با حرکات پرنده انجام بدن. گویی دارد نمایشی با شکوه بدین گونه به اجرا در میاد. این نیز مهری است از 4000 سال پیش در سومر که نمایش گونه‌ای از ضحاک ماردوش رو نشون میده و خود گواه سابقه هنرهای نمایشی در این سرزمینه. در این زمینه میتوان به نمونه هایی از رقص های سماچه‌ای که در سنت و آیین مهر اجرا میشده نیز اشاره کرد. این گونه مراسم در اتاقها و دخمه های غارگونه کوچکی که اطراف اون با تندیس یا نقش برجسته ایزد مهر تزئین شده بوده به اجرا در می اومدند. در این مراسم لباس های مبدل به تن می کردند، کلاغ ها و شیرها نقاب می زدن و به مناسبت نقش خودشون قارقار می کردند یا مانند شیر می غریدند. افراد نو آشنا برای گرویدن به آیین مهر ناگزیر بودند از آزمونهای دشوار و پرخطری چون گرسنگی، تشنگی و مرگ پیروز به در بیان. تمام مراحل این آیین سخت و دشوار که شامل 7 مرتبه بوده از طریق به کارگیری نمادها و بیشتر با حرکات نمایشی توأم بوده است. در مرحله بعد تشرف یافتگان به این آیین معتقد بودند که افراد حامل صورتک در هنگام اجرای مراسم هویت و
فردیت خودشون رو فراموش کرده و با حلول قدرت فوق طبیعی از طریق به کارگیری صورتک از دنیای مادی خارج شده و به جهان دیگری پا می گذارند. و این یکی از کاملترین نمونه های نمایش های آیینی است. نمایش های آرزومندی برای درخواست شفای بیماران یا رماندن روح‌های شرور و نیروهای نامرئی از تن بیمار، یا بارانخواهی یا آفتابخواهی هم انجام می شده. از جمله این نمایشواره ها می شه به رقص زنان در ستایش آناهیتا یا ناهید، ایزد آب و در کنار نیایشگاه او اشاره کرد که برای درخواست باران و جلب حمایت این ایزد بانو و یا به منظور زایش آسان زنها در اون روزگار انجام می شده و شکل کاملا نمایشی داشته است. آیین‌های زار در جنوب ایران یا مراسم مربوط به گوات در بلوچستان و آیین پرخون‌ها و مراسم آفتابخواهی در شمال و یا بارانخواهی در بخش‌های مرکزی و جنوبی ایران از آیین‌های آرزومندی هستند که از روزگاران بسیار کهن اجرا می شده و هنوز هم بازمانده های اونها رو در برخی قبایل در مناطق مختلف ایران شاهد هستیم. پرخانها در ترکمن صحرا مراسمی هستند که از فرهنگ های مهاجر اقتباس شدند و هر سه آیین کوشش به راندن ارواح شرور از تن بیمار دارند، زار، گوات و آن آیین بین ترکمنها. جشن آبپاشان در ارتباط نزدیک با این سنت آیینی بوده. جالب است که ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه ریشه باستانی این جشن رو در زمان فیروز جد انوشیروان و هنگام برگزاری این نمایشواره رو 13 تیر ماه میدونه. جشن آبپاشان به این دلیل برپا شد که در اون زمان خشکسالی و قحطی بی سابقه ای پدید اومد و شاه و مردم در این روز دست به نیایش برداشتند، باران خواستند و باران آمد و مردم به شادی آب بر یکدیگر پاشیدند و این مراسم و آیین و نمایشواره از آن روز بر جای موند. از دیگر آیین‌های نمایشی آرزومندی میشه به آیین آفتابخواهی در شمال ایران اشاره کرد که هنوز هم در روزگار ما به هنگام ضرورت به وسیله کشاورزها برگزار میشه. آیین نمایشی بسیار مهم دیگر سوگ سیاوش است. سوگ زریر، سوگ شروین، این سه از جمله سوگوارهای کاروانی و مغکشی و کوسه برنشین از جمله جشنوارهای کاروانی دوران ایران باستان بودند. در باب سوگ شروین منابع اطلاعاتی کمی در دست است. شروین از شاهان خرمدین بوده که پدرش نسبت به زنگیان می برده و مادرش
دختر یکی از پادشاهان ایرانی بوده. خرم دینان شروین رو برتر و فراتر از پیامبران دیگه می دونستن. نوشتند که خرم دینان چون بر مرده‌ای نوحه‌گری می کردند، نام شروین رو بر زبان می آوردند و بدین بهانه بر او می گریستند و آیین‌های نمایشی اجرا می کردند. بسیار خوب، برویم قطعه موسیقی ببینیم و بشنویم و بازگردیم. هر زمان نام شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر بقا، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست، آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رئیز این زندگی پایندگیست. کیستی تو؟ کیستی تو؟ قطره‌ای از باده‌های آسمان، این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را واران. کیستی تو؟ آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟ تیر فران بین و ناپیدا کمان، جانها پیدا و پنهان جان جان. کیستی تو؟ خب و اما برویم به سراغ آیین بعدی. کتزیاس و هرودوت به مراسم مخکشی که ایرانیان هر ساله به یاد قتل بردیا و اطرافیانش برگزار می کردند اشاره می کنند. هرودوت پس از ماجرای کشتن این شورشی یا مغ می گوید سال روز این روز برگ سرخی شد در تقویم پارسی، با جشنواره‌ای مشهور به مگافونیا یا کشتن مغ، که هنگام برگزاری اون هیچ مغی اجازه نداشت خودش رو نشون بده. مغها در خانه میموندن تا روز به پایان برسه. از دیدگاه بهرام بیضایی این مراسم نوعی نمایش بوده و در اون لااقل پس از بازنمودن ماجرا شبیه او رو طی قراردادهای نمایشی می کشتند. بهرام بیضایی در کتاب نمایش در ایران میان این جشن و آیین و مراسمی مانند کوسه برنشین پیش از اسلامی و ماجرای میر نوروزی در دوره اسلامی پل زده و بر این باور است که این مراسم شکل استحاله یافته مراسم مغکشی بوده است و همه اینها آیین‌های نمایشی ایران باستان است. پلوتارک گزارشی از یکی دیگر از جشن‌های ایرانیان
که شکل نمایشی داشته است در دوران اشکانی ارائه کرده و پیرامون اون به طور مفصل نوشته است. بر اساس گزارش پلوتارک دسته‌ای به امر سورنا سردار اشکانی به منظور تمسخر و استهزاء کراسوس سردار رومی در سلوکیه به راه می افتاد. پلوتارک درباره دسته سورنا یا اون گروه سورنا گفته است سورنا سر و دست راست کراسوس را نزد اورد به ارمنستان فرستاد، ولی در سلوکیه انتشار داد که کراسوس را زنده گرفته است و دسته کوچکی به منظور هجو پیروزی ترتیب داد. یکی از اسرا به نام کایوس پاکسیانوس رو که بیش از همه به کراسوس شبیه بود، لباس شاهانه اما زنانه پوشاند و به او آموخت که چون به نام کراسوس یا امپراتور بخوانندش پاسخ بگه. بر اسبی سوارش کردند، شیپور زنان و افسران رومی سوار بر شترها جلوی صف می رفتند، عده‌ای نیز طبل زنان به راه افتادند و سرهای تازه بریده عده‌ای از رومی ها رو بر تیرها آویخته بودند. بعد از اینها فواحش و آوازخوانان سلوکیه، رقص کنان و آوازخوانان به مانند یک کارناوال با حالت تمسخر خصلت کراسوس و اخلاق زنانه و دور از شجاعت او رو دست می انداختند و این یکی از بزرگترین کارناوال های آن روزگار بود. در ایران پیش از اسلام طبقاتی از مردم عهده‌دار هنر و ناقلین فرهنگ شفاهی دوران پیش از خود بودند. گوسان‌ها، خنیاگران، پتواژگوها از جمله این جمعیت بودند که نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در فرایند انتقال فرهنگ شفاهی در جامعه باستانی ایران ایفا کردند. جالب است که در شاهنامه رستم نیز در هفت خان خنیاگری میکنه. همچنین در مقدمه داستان بیژن و منیژه محبوب فردوسی نخستین زن خنیاگر داستان سرای ایران هست. در این سنگنگاره بیمانند صف خنیاگرانی باستانی در جنوب غربی ایران رو میبینیم. از لیوانی نقره‌ای که از غار کلماکره به غارت رفته و از دوران آشوربانیپاله. داستان سرایی، بازیگری، رقاصی، تردستی، شعبده بازی و حتی بند بازی و آکروبات بازی رو شامل می شده. گوسان‌ها در جامعه ایران باستان از دوره مادها تا حدود اواخر سلسله ساسانی حضوری پررنگ داشتند. استاد مهرداد بهار در کتاب جستاری چند در فرهنگ ایران درباره جایگاه و سنت گوسان‌ها می‌نویسد این هنرمند به عنوان سرگرم کننده پادشاه و مردم عادی در دربار از امتیازات و نزد مردمان از محبوبیت برخوردار بود.
او در عزا و بزم حضور میافت. نوح سرا، طنز پرداز، داستانگو، نوازنده، ضابط دستاوردهای عهد باستان و مفسر وقایع زمانه خیش بود. اما رفته رفته سنت گوسانها به دلیل مخالفت و دشمنی روحانیون ایرانی و همچنین روحانیون مسیحی غرب امپراتوری ساسانی محدود شد، زیرا اونها گوسانها رو کافر پنداشته و معتقد بودند که هنر اونها در سنت‌ها و باورهای چند خدایی ریشه داره. در نتیجه فشار این دو گروه مذهبی، هنر گوسان به شدت مورد سرزنش قرار گرفت و گوسان‌ها نقش خود رو به عنوان ناقلان فرهنگ شفاهی از دست دادند. بنابراین هنر گوسان تجزیه شد و در اختیار سه طبقه مغان، خنیاگران و بازیگران یا پتواژگویان قرار گرفت. هنر خنیاگری در دوره هخامنشی بسیار مورد توجه و احترام بوده. خنیاگران در هنرهایی چون شعر سرایی، موسیقی، آوازخوانی، افسانه سرایی، حماسه پردازی، روایت تاریخ و حتی پیشگویی تبحر ویژه‌ای داشتند. اما اصلی ترین کار اونها آواز و موسیقی و نمایش اونها بوده است. خنیاگران در دوره ساسانی به اون حد از هنر رسیدند که برخی از پادشاهان ساسانی از جمله اردشیر و بهرام گور بر اون شدند تا جایگاه این هنرمندان رو در جامعه ایرانی تثبیت کنند. اما با ورود اسلام به ایران و سقوط امپراتوری ساسانی، هنر خنیاگری نیز رو به زوال نهاد، زیرا حماسه سرایی های این دسته از خنیاگران دورگرد از پهلوانان و قهرمانانی الهام می گرفت که کیش باستانی یا مزدیسنایی داشتند. نقلهایشان از بطن چنین دیدگاهی برمی خواست. داستانها و روایات این بخش از خنیاگران نیز برگرفته از داستانهای زرتوش، اوستا و یا باستاب شنیده های موبدان و مغان بود. در دوره ساسانی بازیگران، رقصندگان، پتواژگو و نمایششان پتواژ گفتن نامیده می شد. خرمبخش عنوان صاحب منصبی بود که در دربار ساسانی عهده‌دار هنرمندان بود و مسئولیت همه سرگرمی‌ها و هنرهای نمایشی از جمله خنیاگران، نقالان، موسیقیدانان، آکروبات بازان و غیره بر عهده او گذاشته شده بود. پتواژگویان به واسطه هنرشون یعنی بازیگری و حاضر جوابی جایگاه ممتازی در دربار ساسانی داشتند و حرفه اونها هم سطح چوگان و شمشیربازی و دیگر بازی‌های ویژه نجبا و اشراف قرار داشت. اونچه که در قلمرو پتواژگویی انجام می‌گرفت
آواز با شعر و سپس تجلی هر دوی اینها در قالب حرکات نمایشی بوده و خوشلحنی، خوشصدایی، خوشنوایی و خوشخرامی رو در کنار همدیگه داشته و همه اینها بر روی هم به گونه هنر نمایشی می رسیده است. در این تصویر به گمان من یک نمایش به شکل اپرا در حال اجراست. صحنه با آتش و آتشدان و تخت تزئین شده. نوازندگان می نوازند و بازیگران بر تخت و یا در کنار اون در حال اجرای رقص و نقش خودشون هستند. ادامه این روش از سخنگویی و مکالمه بازی رو بعد از اسلام نیز شاهد بودیم. اما مارگیری، حقه و شعبده بازی، میمون بازی و غیره از زیرگونه های نمایشگری های میدانی به حساب میان. وجه و مشخصه اصلی این شکل نمایشی سرگرم کردن مردم بوده. سرگرم سازان به اجرای معرکه، هنگامه و تماشا می پرداختند که این سه شکل نمایشی رو باید بسیار در موردشون دقت کرد. یک معرکه گیر باید نقال، آکروبات باز، شعبده باز و موسیقیدان هم باشه. کولی ها یا لولی ها در ظهور این شکل نمایشی در ایران به ویژه از دوران باستان نقش بسیار مهمی داشتند. کولی ها به دلیل کوچ مداوم و شرایط زندگی در ارتباط تنگاتنگ و پیوسته با فرهنگ های اقوام مختلف ایرانی قرار داشتند. اونها مدت طولانی به دلیل بهره‌مندی از هنرهایی چون آوازخوانی، بازیگری و غیره علاوه بر صحنه‌گردانی جشن و سرور مردم نقش مهمی در انتقال برخی از اشکال نمایش و ویژگی‌ها و تکنیک‌های هنری خود به سایر اقوام داشتند. نمایشی سرگرمساز و خنده آور از دوران باستان در ایران پدید آمده و توسط مطربان، لوده ها، دلقکان و کولی ها در کوی و برزن و به مناسبت های گوناگون مانند جشن ها اجرا می شده. اینها بازیگران ناآزموده اما عاشق هنر در ایران بودند. پادشاه و درباریان نیز برای مهمانی ها، جشن ها و مجالس خودشون به این دلقکان و لوده ها نیاز داشتند و حتی گاهی این دلقک ها رو در سفرها و جنگ ها همراه خودشون می بردند تا اسباب تفریح و سرگرمی سرداران و سربازان رو فراهم کنند. دلقک که همان تلحک یا تلخک هزار سال پیش ایرانه بازیگرانی رو می گفتند که برای دمی شادی مردم و بیان رنجهای اونها جان بر کف گرفته و ستمگران رو رسوا می کردند. و چه بسا دلقکانی که سر در راه هنر خیش نهادند. حکایتی از تلخک یا دلقک سلطان محمود غزنوی بشنویم. سلطانی که از بحر قدر عباسیان انگوش در جهان کرده بود و قرمتی می جوست
یعنی ایرانی تا بردار کشد و 50 خروار از کتب ایشان را بفرمود در ری سوختن. میگویند از بهر روز عید سلطان محمود خلعت هر کسی تعیین میکرد. چون به تلحک رسید فرمود که پالانی بیارید و بدو دهید. چنان کردند. چون مردمان خلعت پوشیدند، تلحک آن پالان بر دوش گرفت و به مجلس سلطان آمد و گفت ای بزرگان، عنایت سلطان در حق من بنده از اینجا معلوم کنید که شما همه را خلعت از خزانه فرمود دادن و جامه خاص از تن خود برکند و در من پوشانید. و اما داستان سوگ سیاوش و نمایش آن، سوگ کشته شدن آن شاهزاده دلیر و بیگناه ایرانی، نمادی از زمستان رستاخیز بهاران. سوگ سیاوش، سیاوشان یا سووشون، نام آیین و همچنین اماکنی است که در آنها سوگ سیاوش گرفته می شده. گستردگی سوگ سیاوش در ایران از اونجا معلوم میشه که با وجود 1300 سال نفوذ اسلام در وجوه مختلف زندگی ایرانیان، چند روستا در این منطقه از هرات تا مازندران و جنوب آشتیان و یک مسجد در شیراز هنوز نام سیاوش دارد. همچنین نشانه های این آیین نمایشی سوگ سیاوش بر آثار سفالی کهن خارزم و فرارود، نقاشی های دیواری پنجکنت سغد، آثار سفالی جدیدتر و نیز در برخی از آیین های عزا و تعزیه در ایران امروز باقی مانده. شواهد دیگری از بخش‌های اصیل اسطوره سیاوش در جاهای دیگر، از جمله در هنر مینیاتور ایران هم بازمانده. اهمیت آیین سیاوش در آسیای مرکزی، مخصوصاً از دوره هخامنشی، آنقدر هست که تولستوف، پژوهشگر برجسته روس که آثار مهمی درباره فرهنگ و تمدن آسیای مرکزی داره، در یکی از آثار خودش درباره تمدن خارزم به یک دوره سیاوش اعتقاد یافت و کوشید جوانب تمدنی، مردم شناسانه، باستان شناسانه و سرانجام تاریخی این دوره رو مورد بررسی قرار بده. دورترین اثر مستقیمی که از سیاوشان میتوان دید بین عربهای شیعه در عراق که سوگ امام سوم خیش، به ویژه زنان، سر و سینه رو برهنه و موها رو افشان می کنند، زاری کنان بر سر و سینه می زنند و تا دیری موی خودشون رو کوتاه نمی کنند. در بین اهل تسنن اساساً چنین رسمهایی وجود نداره و این نشون میده که حتی در بین النهرین آداب بازمانده سوگ ایرانی است، یا بهتر بگوییم صرفاً از دوره اسلامی ایران اثری داره. کهن‌ترین یادگارهای سوگ سیاوش
در دوره اسلامی یکی سوگ آیین‌های آسیای مرکزی مخصوصاً در بخاراست و دیگری کارهای ابو مسلم خراسانی در استفاده از این آیین در تجهیز ایرانی‌ها علیه تازیان. به این ترتیب یک قیام بزرگ که منجر به حکومت بنی عباس شد با یک شعار ایرانی رنگ اسب سیاه سیاوش هویت یافت و به نتیجه رسید. از اونجا که این نهضت در خراسان و یکی از مراکز مهمی صورت گرفت که در اون آیین سیاوش کاملا شناخته شده بود، رنگ ایرانی ماجرا و اثر سوگ آیین در شکل گیری و پیروزی اون بی تأثیر نبوده. می دانیم که جام نیلی کردن که بعدها سیاه پوشی و سیاه جامگی شده از آیین سیاوش گرفته شده. در دنباله سوگ سیاوش باید به نخل گردانی نیز اشارتی داشت، یک کارناوال باشکوه. مراسم نخل گردانی در شهر یزد در ماه محرم از آداب مشهور عزاداری در شهرهای کویری است که آیینی برگرفته از آیین سیاوشان است. نخلگردانی به طور عمده در شهرهای مرکزی ایران، یزد، نائین، کاشان، فردوس و شهرها، شهرکها و حتی برخی روستاهای مناطق کویری گرفته میشه. نخل عبارت است از اتاق کوچکی که بریده عمودی دو طرف اون شبیه یک سروه و از چوب و دیوارهای شبکه‌دار ساخته میشه. برخی از نخل‌ها بسیار بزرگ هستند. نخل رو با انواع پارچه، شال، ترمه، شمشیرها و خنجرهای چوبی، آینه می‌آرایند و در روزهای عزا مخصوصاً عاشورا اون رو طی آدابی بر دوش میکشند و همراه عزاداران در شهر میگردونند و در پایان مراسم به جای اولش که معمولاً تکیه ایست برمیگردونند. شواهدی آشکار و پنهان در نخل گردانی وجود داره که نشون میده ادامه سیاوشانهای بسیار کهن است. خب ادامه داستان مراسم سیاوشان رو به جستاری دیگر وامی گذاریم، برای اینکه بر این باورم که این سوگاین، این نمایشواره ایران باستان تأثیرات بسیار زیادی بر روی هنر ایرانی از نقاشی گرفته تا آیین‌ها و مراسم و سنت‌های دیگر گذاشته است و بسیار در خور جستجو و کنکاش هست. پس تا جستاری دیگر، سبز باشید.